حرم همه حریم معناست، چه آنجا که در حس و عشق و هیجان غوطه بریم، چه آنجا که ورق میزنیم و میخوانیم و مینویسیم برای شناخت. سؤالی شرعی اگر داری، دفتر پاسخگویی همه جا هست. در مدرسه پریزاد هم گفت و شنودی دینی برپاست، همراه با استادی که مشاوره میدهد در نشست‌های حلقه معرفت. به دنبال دارالقرآن اگر میگردی، به مدرسه دودرب برو، کلاسی هست و آموزش قرائت قرآن و جلسات تفسیر و جمعی که می آموزند. اینجا همه می کوشند تا اوقات فراغت زائران را به زیباترین نحو پر کنند، خصوصا برای کودکان. نابینایان روشندل از حضور امام در دارالانوار قرآن بریل به دست می گیرند و می خوانند. دارالانوار علاوه بر این قرآن‌های فرانسوی، انگلیسی، روسی، اردو و بسیاری زبان‌های دیگر را نیز در خود جای داده است. We are welcome to international relation at Astana Gosarazavi. This office we have translator in several languages. For example, we have translator in English, in Arabic. این مرد از اسپانیا آمده، آن زن از انگلستان، این یکی از ایتالیا و آن یک از هند. خدام خارجی ها را تا دارالرحمه هدایت می کنند و کتابی و هدیهی به آنان می سپارند تا یادگار سفرشان به مشهد و رضا باشد. دارالهدایه را به اردوها و گروه های زیارتی اختصاص دادند تا محلی باشد برای گذشتن از تنهایی سکوت و پیوستن به زیبایی جماعت. وقتت خوش است و بختت خوش. ساعت صدایت میزند که برخیزی و بروی از رواق بیرون. باید کفشت را از کفشداری بگیری تا به صحن درآیی. هزاران کفش در 16 کفشداری. خوش به حال کفشدار. دستت را متبرک به درهای کهکشانیش کن و بشتاب که صدای اذان، یعنی لحظه تکان دهنده پیش روی توست. کجایی؟ هر کجا هستی باش. به هر صحنی وارد شوی، دست دست دستهای نیایش بلند است. شرق حرم کجاست و غرب آن کجا؟ همه جا قلب حرم است. مقیاس ما پایین پای امام است و بالای سر او. پایین پای امام که صحن آزادی است و تشرف به حضور امام از این صحن به ادب نزدیکتر. 4 ایوان بزرگ و مرتفع دارد. ایوان طلا، ایوان شمالی، ایوان جنوبی و ایوان شرقی در صحن آزادی. و اینجا صحن قدس است در ضلع جنوبی روضه منوره، با سقاخانه‌ای در میان به شکل قدس، قبله نخستین من. و اکنون همه نشستند پس از نماز تا زیارت همگانی امام علیه السلام را به جای آورند در صحن انقلاب، قدیمی ترین صحن. سقاخانه، بنای کوچک و زیبا، ایستاده در میانه صحن انقلاب، کلاه زرین خدمت بر سر نهاده و کبوتران و زائران حرم را سیراب می کند.
و این پنجره رو به بیکران کهکشان رأفت امام، پنجره فولاد است که در صحن انقلاب سال هاست آرام گرفته است. آن طرفتر ایوان طلای ناصری است و آن سوتر ایوان عباسی و آن سو ایوان ساعت و بعد ایوان نقار خانه. چهار ایوان در چهار ضلع کهکشان صحن انقلاب. اینجا هر روز دو بار نقاره میزنند، یک بار در طلوع و یک بار در غروب خورشید. در غرب روضه منوره به صحن جمهوری اسلامی می روی. همانجا که پنجره‌ای برنزی دارد و از پشت آن به امامت سلام داده. چهار ایوان با سقاخانه گنبدی در میان و یک ساعت آفتابی. و صحن‌های قدیر و کوثر. بیرون صحن قدیر وضوخانه‌ای هست و سرویس‌های بهداشتی مجهز به آسانسور، حمام و پله برقی. سرویس های بهداشتی صحن کوثر نیز همین گونه مدرن و مجهز است. صحن و مسجد گوهرشاد میراثی 600 ساله با 8 ایوان و 7 شبستان پیش روی توست. گنبدی فیروزه‌ای و نقش‌های آبی کاشی‌ها که می‌روند به معراج. صحن‌ها و رواق‌های فراوانی پس از انقلاب در نقطه نقطه حریم رضوی جای گرفتند، آنقدر که این میزان در قیاس با تمام 1200 سال پیش 8 برابر است. 57 هزار متر مربع و یک صحن، صحن جامع رضوی. گفتن ندارد که بزرگترین صحن است و شاهد حضور زائران در ایام ویژه‌ای چون عید فطر و شبهای قدر. معماری آن ویژه دوران جمهوری اسلامی است با نمادهای آشنا. در میانه صحن پله برقی زائران را از پارکینگ ها به صحن می رساند و نه تنها در زیر صحن جامع رضوی، بلکه دور تا دور زیر گذر حرم تمامی پارکینگ است که هر یک به صحنی راه دارد تا آمد و رفت زائران آسوده و بی دغدغه باشد. در ورودی صحن‌ها پیک زائر همه چیز را برایت نوشته است. اگر جستجوی علمی را طالبی، بزرگترین کتابخانه ایران آغوش گشوده است با بیش از 80 هزار جلد کتاب نفیس خطی و 2,500,000 جلد کتاب‌های چاپ شده در دوران ما، در کنار تالارهای مطالعه که امکانات سمعی بصری و خدمات علمی تحقیقی در آن جای